ستاد اجتماعی مجاهدین خلق ایران در داخل کشور بر اساس گزارش‌های دریافتی از 25,000 شعبه اخصرای در تهران و سایر شهرهای کشور بر پیروزمندی کارزار تحریم کامل نمایش انتخابات آخوندها از سوی مردم ایران تأکید کرد. بر اساس این گزارش‌ها که از شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران دریافت شده، بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری هنگام بازدید گزارشگران کاملا خالی بوده و در بسیاری از حوزه ها شمار رای دهندگان در ساعات مختلف روز به 5 نفر هم نمی رسید. به این ترتیب فراخوان اول اسفند ماه سازمان مجاهدین خلق ایران برای تحریم نمایش انتخابات طی یک کارزار سراسری 2 ماهه که با پخش و ارسال میلیون ها بروشور، تراکت و ایمیل در سراسر ایران توسط هواداران مجاهدین شروع شد، با استقبال گسترده و پرشور اجتماعی به طور کامل پیروز شده است. همین گزارش هاکی است که در جریان تبلیغ این فراخوان شماری از هواداران مقاومت در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند. واشنگتن تایمز با انتشار مصاحبه خود با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران درباره نمایش انتخابات آخوندی نوشت: مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران که زندگی خود را وقف سرنگون کردن رژیم ایران کرده است، روز گذشته با واشنگتن تایمز از پاریس تلفنی صحبت کرد و گفت: خامنه ای بسیار نیاز دارد که کنترل خود را بر قدرت افزایش دهد و بسیار محتاج پارلمانی است که مطیع احمدی نژاد باشد. آنها به قول خودشان انتخابات را مهندسی کردند که این یک نقشه از پیش طراحی شده توسط خامنه ای است. خانم رجوی در پاسخ به این سوال واشنگتن تایمز که رژیم این کار را چگونه انجام می دهد گفت: از طریق وزارت کشور، سپاه پاسداران و مقامات استانداری ها. پیشاپیش مشخص شده است چه کسی حق شرکت خواهد داشت، چه کسی انتخاب خواهد شد و چه کسی رئیس مجلس خواهد شد. رژیم حتی از شناسنامه مرده ها به عنوان یک شیوه برای رقم سازی و ادعای دروغین شرکت گسترده مردم استفاده می کند. در پاسخ به این سوال واشنگتن تایمز که آیا در داخل محافظه کاران حاکم اختلاف و دستبندی وجود دارد، رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: رژیم مستمران با ریزش و نارضایتی در تمام سطوح روبروست. فی المثال، نفر اصلی سابق مذاکره کننده اتمی علی لاریجانی که با رئیس جمهور رژیم اختلاف داشت، اجازه نیافت برای کسب کرسی تهران در انتخابات رژیم شرکت کند و مجبور شد برای کرسی در قم شرکت کند. خانم رجوی در مصاحبه با واشنگتن تایمز گفت: رژیم آخوندها از این انتخابات منقبض‌تر، افراطی‌تر و شکننده‌تر بیرون خواهد آمد. این انتخابات از هیچ مشروعیتی مطلقاً برخوردار نیست. تنها امید واقعی تغییر دموکراتیک در ایران و پایان دادن به رژیم آخوندها به دست مردم و مقاومت ایران است. گزارش‌های دریافتی از حوزه‌های مختلف اخصرای از صبح امروز لحظه به لحظه توسط سیمای آزادی به اطلاع هموطنان رسیده است. اکنون به برخی از این گزارش‌ها که گویای کسادی و تحریم تمام عیار نمایش انتخابات آخوندهاست توجه کنید. تهران، ساعت 9:30، تهران نو، میدان رضایی‌ها، خیابان پرستار و خیابان هفت حوض خلوت بود و کسی در این حوزه‌ها جز نیروی انتظامی دیده نمی‌شد. خیابان کازرون، مدرسه هفت تیر، ساعت 9:30، تعداد افراد رای دهنده 5 نفر بود. تعداد ماموران نیروی انتظامی 18 نفر بود. تهران پارس، مسجد انصارالحسین، ساعت 10، در محوطه مسجد و جلوی آن کسی حضور نداشت. چهارراه قصر، عباس آباد، شمال تهران، یافتاباد، ساعت 10:10، 1 الی 2 نفر رای دهنده بیشتر نبود. تهران، ساعت 10:20، در این حوزه ها تعداد رای دهنده کمتر از 10 نفر بود. سازمان تأمین اجتماعی شماره 2 چهارراه انقلاب، دبستان امام محمد غزالی، خیابان کارگر، پایگاه مقاومت بسیج بدر، خیابان کارگر، دبستان کریمیان، خیابان عباس آباد، پایگاه بسیج انصار، بهزیستی، خیابان جامجم، دبستان نوریمان،
خیابان جامی، دبیرستان قصری انتهای قپو، مسجد جامع، شهرک بهاران. تهران، شمیرانات، ساعت 11. گروهی از سربازان را به زور برای رای دادن آوردند. پونک در مسجد امام علی، ساعت 11:05. تنها یک نفر برای رای دادن حضور داشت. تعداد ماموران نیروی انتظامی 18 نفر بود. مسجد امام جعفر صادق، ساعت 11:15. رای دهنده حضور نداشت. ماموران نیروی انتظامی 4 نفر.